قربونه بذارم برم من. خاک بازی تموم شد بابایی. بعد یه ورزش مزمن هم بیا تا کمرت خوش نشده باشه. ورزش ها کردم. اینا نمیخوان به تو یه پولی بدن. منیه سر برج نشده، سر برج بشه چشم. حقوقت که نمیگم، اصلا پولا بوده که قرار بود بدن. چه پولا؟ آه اونه که باید دختره رو عقدش کنم. حالا که نه. بابا هم میخواد زن بگیره. نه خیر. بابا کجا میخواد زن بگیره؟ بابا شما از شکرها بخواد بخوره، من خودم خفش میکنم. ای رفتی عروسی منم با خودتون ببریم. باشه چشم، ما عروسی گرفتیم شما رو هم میبریم. بله میبریمت، میبریمت چون بازی تو بکن. حال میخوای چیکار بکنی؟ هیچی دارم میرم شرکت نمیذاری که من بیرم. بایی او رو که نمیگم، دخترو رو میگم. کی میخوای بیری عقدش بکنی؟ بعد یه هفته طلاقش بدی، پول رو بگیری، ما بریم سر خونه زندگیمون. خب مریه من اونا چیزی به من نگفتن که من برم عقدش کنم. شما بگم من برم دیگه. آقای دانشمند، خونواده عروس که نمیگه بیاین دختر منو بگیرین. دوماد باید پا پیش بذاره. شما خودت که دوماد که نیستی، ولی خب بالاخره جای دوماد که هستی. بله. شما خودت باید پا پیش بذاری. بله، چشم من همچین پایی پیش میذارم. ببین تو رو خدا شام میذاریم بیزید واسه منم نگه داریم، دوتایی با هم دیگه نخوریم دیگه. نه ترس، برای شما من نگه میگرم. پس شما در بکنم، خوش بود، به سلامت، مواظب خودت باش، خدا حافظ. جواب نمیده. نه ترس، جواب میده. حالا الو بفرمایی. سلام خانوما، اشتباه گرفتی. آقا رامین چطوره؟ رامین؟ کدوم رامین؟ گوشه بده دست شوهرت. ببخشید شما با شوهر من چیکار دارین؟ گوشی رو بده دست شوهرت، به کاری هم که بهت مربوط نمیشه دخالت نکن. نگاه بکن، احترامت میذارم، دیگه روت زیاد نکن. من همون هم که الان دو روز سر و کوچه و علفتون کردم. تازه شم شما دیگه دستتون به ما نمیرسه، برو سنگ بنداز تا کتت باشه. ها ولی فکر نمیکنم اینجوری باشه. فکر بکن، جیگرت سوخته، صدای جلز ولزش تو همینجا داره میاد. فکر کردی با بچه طرفی؟ اصلا میدونی چیه؟ الان میرم یه گوشی رو میندازم تو آبشی که دیگه صدای نستم نشنفم. ها قاطی نکن خانم، گوشی دستت باشه، یه نفر اینجاست میخواد باهات حرف بزنه. حرف بزن. شنیدی که؟ با شمام خانم، مثل که مادر شوهرت همچین دل خوشی هم ازت نداره ها. شما با او پیرزن بدبخت چه کار داری؟ الان که باش کاری نداریم، الان اومدیم خونش مهمونی. ولی خب اگه عصبانی بشی ممکنه یه اتفاقات بدی بیفته. چی شد؟ نطقت کور شد؟ شما باید بذارین او پیرزن بدبخت بره. چشم هرچی شما دستور بفرمایید. ببین خانم، من آدم صبوری نیستم. به شوهرت میگه اگه دلش میخواد مادرش زنده بمونه میاد بهش یه سری میزنه، وگرنه هر چیزی در چش خودت دیدی. عزیزم من الان چه میدونم شوهرم کجاست، ازش خبر ندارم. خیلی حیف شد، چون این پیرزن بیچاره میخواست قبل از اینکه از دنیا بره پسرشو ببینه. نگاه تو رو به خدا، جون آقات کاریش نداشته باشه. قبل از اینکه هوا تاریک بشه، فهمیدی؟ میگی رامین بیاد دیدن مادرش. میفهمی که چی گفتم؟ الو بیرون سیاه بگم باید چه کار بکنم؟ بیکار نشید، باشو برو خونه رو بگر. ماجه Thank you.
الو سلام سمانه جون. سلام ملی خانم، خوبی؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ آقای سالاری چطورن؟ خوبن؟ خوشن؟ سلامتن؟ باکشون نیست؟ فرمایشتون. دیشب یه چیو گفتی من درست متوجه نشدم. گفتی دنبال پاسپورتوی آقا پویا میگردین؟ آخ بله، پاسپورتوی آقا پویا پیداش کردین؟ ها یه منم یه چیوی دیدم، گفتم بیارم این پاسپورت‌ها رو بدم دست شما، گره از کار این جوون بدبختم باز بشه. خیلی خب، آدرس بدین میام بگیرم. نه عزیزم، من مزاحمت نمیشم، شما سرکاری. بگو کجا هستی، من خودم میام. هر جور مایلین، یادداشت کنی. یه دقیقه گوشی دستت باشه. بگو. ها؟ بله. تکون نخوری ها، اومدم. خداحافظ. همین که شنیدین دستگیر داره کش پیدا میکنه، گندش در میاد، هرچی زودتر عقدتون میکنه بعدش هم طلاق میگیریم و هرچی میره رد کار خودش. الان زوده پدر جون شک میکنه. چی رو شک میکنه؟ من همین امروز بعد از کار اداری پام میشم میام خونه تو خواستگاریت میکنم. بگیم یهو چی شد که ما تصمیم گرفتیم عقد کنیم؟ همچین یهو هم نبود و الان چند وقته که ما اینجاییم. وایسه من، مهم اینه که من شما رو پسندیدم، شما هم که از قبل دلتون میخواد منو پسند بودین. پرو شدم. ببین درست صحبت کن با من، اعصاب درست درمون ندارم و میگم خودم نابود میکنم. چیکار میخوای بکنی مثلا؟ توی که من دیدم از پولت نمیگذرم. معلومه چرا نمیگذرم؟ چرا باید بگذرم؟ من عاشق پولم، فکر کنی عاشق خاله بازی، اومدم اینجا بازی کنم. بابا چرا نمیفهمی؟ پلیس فهمیده داره گندش در میاد، فکر می‌کنی واسه چی اومده پاسپورتون به سارا رو گرفته؟ من نمیدونم، من امشب کارو تموم میکنم. خیلی خوب، بذار من با مامانم صحبت کنم. من حالیم نیست این حرفا، من امشب میام خواستگاریتون. خواستی قبول کن، خواستی قبول نکن. بذار من با مامانم صحبت کنم. من دستور نمیگیرم، من میرم خونه. وقت اداریه به تو چه؟ اینجوریه به من چه؟ خانم محترم، من زن دارم، به خاطر شما دارم میگم این کارا رو. بعدش هم هی بخوای از زیر کار در بیای، آقای رحمانی به خود شما شک میکنه. حالا خود جانی بهتر تو، تو بمون اینجا خود شیرینی کن، ببینه چه رئیس خوبی گیرش اومده. بگو سرارا قهوه منم بردارم بیارم. باشه. والا ببخشید سمانه جونا دیر شد، مجبور شدم شما رو ببرم خونه همسایمون اینا. سلام عزیزم، خوبی؟ قربونت برم، سلام. افتادی تو زحمت ها؟ نه خواهش میکنم، چه زحمتی، خوب هست شما سلامتی؟ ممنونم، خوبم. شهاب خوبه؟ خودت خوبی؟ خوبن آقای سالاری، خوبن. بله همه خوبن، قربونت. خدا هر شده. خوب به جمالت عزیزم. چطور؟ ببین ملیه جون، واقعا میدونم تو افتادی تو زحمت، من اصلا شرمندم، نمیدونم چجور زحمت رو تو جبران بکنم. میدونم اصلا تو میتونی پات از این قضیه بکشی کنار، ولی دیگه واقعا شرمنده. سمانه جون شما چرا اینقدر تعارف تکه پاره میکنی؟ من که کار نکردم، به قول سعدی علیه الرحمه بنی آدم از یک دیگرم. خب بله، حالا میتونم پاسپورت ها رو ببینم؟ پاسپورت ها رو؟ نه پاسپورت ها که دست من نیست. خودت سعی زدی به من قرار گذاشت. آه گفتم که پیداشون کردم، اما دست من نیست. بگو کجا؟ کجا؟ ها خونه مادرشوار اینه. نگاه بکن این مردا رو، هر کارشون بکنی یا باز آخرش این مادرشون از زنشون براشون محرم تر. پاسپورت ها رو برده گذاشته خونه مادرش اینا، نگاه بکن. خب یعنی الان پاسپورت ها خونه مادر شوهرته؟ ها، اما عیبی نداره، باکت نباشه عزیزم. میری پاسپورت ها رو ازش میگیری میدیم دست آقا پویا، ناراحت نباش. خیلی خوب، حالا کی بریم؟ هم حالا نگاه بکن، شما زنگ بزن به آقا پویا بگو ساش مکاش بپیشه آماده باشه. بعدن ما میریم خونه بابات اینا، آقا پویا رو ون بریم میریم خونه مادر شوهرم اینا، بعدن پاسپورت ها رو ازشون میگیریم میدیم به آقا پویا، به سلامتی راهش میکنیم بره، به سلامتی. خب ببینیم دیگه. ای وای چرا وایسادی؟ میگم ببینیم دیگه شد، الان آفتاب غروب میکنه ها. خب غروب کنه. آخه مادرشوار مزه آدم قدیمی خرافاتیه، میگه اگه آفتاب غروب بکنه دیگه شگون نداره مهمون بیاد خونمون. ببینیم دیگه شد. اومدم.
اومدم. خاک آماده این که بریم. من آمادم بریم چکار. صبر کن ببینم. صبر حواستون کجاست؟ این خلافکارا تو کوچه هم. نه نیستن. نه. ببین چرا خلاف کجا فهمیدین که نیستن؟ خب من کسی ندم چون کسی رو دیدی؟ خب نه همینجوری که نمیونجا صاف بشینن. کمین میشینن لباسشون عوض میکنن تغییر قیافه میدن. چی میگی؟ بله. خب بالاخره چیکار میخواین بکنین؟ چون نمیخوای بری. من کمینم کنم میرم. چرا میریم؟ اون تو با نقشه. آوا شما نقشه دارید؟ کجا هست؟ بیا. ببین. ما نیست. بگرد. خونه رو زیر رو کردم. نیست. اصلا از کجا میدونی اینجا هست؟ نمیدونم یه حسه. احساس میکنم به طلاها نزدیکی. حالا دیگه خودش میاد میگه طلاها کجاست. خیلی دلم میخواد قبل از اینکه بیاد طلاها رو پیدا کنم. اون وقتی که فقط میمونه گوشمالی دادنش. دقیق دل همه این روزا و شبایی که علافی کشیدم سرش در میاره. کاری میکنم که دزدی از یادش بره. یه کاری میکنم که از سر شبا خوابش نبره. نگاه خالی نبن، برو کارتو بکن. چشم. اگه نایمد چی؟ میاد. مادرش دستمونه. میگم به پلیس خبر نده. صد دفعه گفتی، صد دفعه بهت گفتم به پلیس خبر نمیده. یه پای خودش گیره. زنه چی؟ زنه که عقلش به این چیزا نمیرسه. پای تلفن از ترسش پس میافتاد. در ضمن خودش میدونه پای شوهرش گیره. اگرم میخواست به پلیس خبر بده تا حالا خبر داده بود. میگم؟ فکر نمی کنی یه جایی همینجا توی حیات باشه؟ چطوری؟ داشتم خفه می شدم. ببخشید برای امنیت خودت بود بابا. خیلی خوب خدا شکر کارشون خوبه. بیان بریم. کجا؟ شما بریم همجا وایسادیم. شما ای دلت میخواد همینجا وایسا. اما شما با من بیان. مگه نگفتی که مادر شما رو خوشش نمیاد غریبه بره تو خونه‌اش؟ وای آقای سالاری از شما بعیده این حرفا چی میزنین؟ آقا پویا که غریبه نیستن. آقا پویا بیا بریم. ببخشید من متوجه نمیشم. میشه من روشن کنم؟ یکی بیاد ایشون متوجه بکنه. نگاه بکن من شما پاسپورتات نمیخوام. بله. خیلی خوب دیگه بیبریم اینقدر حرف نزن بیبریم دیر شد. ملی خانم شما چی تو کلته؟ چی تو کلمه؟ من چی تو کلمه؟ صبح که پامشم فکر میکنم نهار چی درست کنم، شب که میشه میخوام ببینم چام چی درست کنم. چی تو کلمه؟ خب آقا پویا واسه چی باید بیاد؟ نگاه بکنید یا یه پیرزن بدبخت یه مریضم هست، خیلی وقت بچه‌ش ندیده. ایشون هم یک ذره شکل بچه‌شه. به خاطر همین گفتم دیگه نفسای آخر پیرزنوه. بیاد بلکه فکر کنه بچه‌شه دیگه. بیا بریم آقا، شما نمیخوای یه قدم خیلی برای ما برداری؟ حتما من برای انسانیت همه کار میکنم. ببخشید آقای. خدا خیرت بده. بیا منتظر میمونیم. بمونین ها، ببینیم. بابا بریم تو ماشین. بابا جو این دختره چاخان کرده، مادر شوهرش دم مرد نیست. تو از کجا میدونی؟ من که چند روز پیش آوردم همینجا رسوندمش. هی اصرار کرد بیا بالا چای شب و شیرینی فلان و اینا. من گفتم نه بابا مزاحم میشم، اون پیر گناه داره بعد استراحت کنه. گفت نه مادر شوهرم سر حال از همه بیشتر، توپ توپ شنگول منگو. چی بدم اصرار داشت ما نیای. ببخشید من کجام؟ اینجا. میدونم اینجا هم باید دقیق بپرسم. ببخشید خانم من کجام؟ تو خونه قربونت برم. شما کی هستین؟ کی؟ شما بلکن بچه منو نزن. خواهش میکنم دست منو وا کنید. من با شما میگم دست منو وا کنید. ببخشید چی شده؟ اگه باشتر خائن اجازه بدین. ببخشید اینا چی هستن؟ چه اتفاقی افتاده که به من توضیح بده که چی شده؟ من مادرت هم قربونت برم. چرا یاده؟ دستتون بشکنه. کاری کردی که اصلا هیچ یادش نمیاد. نه ترس، الان همه چی رو به یادش میاد. مگه ناقص رنگه؟ خواهش میکنم شما منو اشتباه گرفتید. من به شما قول میدم که منو اشتباه گرفتید. تو منو اشتباه گرفتی. فکر کردی به همین سادگی ها؟ اشتباه گرفتی.
چی اشتباه گرفتن؟ باور کنید من خبر ندارم. باور کنید دست منو بکن. بهت اخطار میکنم دست منو بکن. باور کنید خبر ندارم. زودی خبردار میشی. از کدومشون شروع کنی؟ از زنت یا از مادرت ها؟ مادرت یا زنت؟ خواهش میکنم اجازه بدین اون مادر منه و اون نازنین منه. خواهش میکنم به اونا کاری نداشته باشی. نازنین من مادرشم. بیا منو بردارشی. خیلی خب پس مشخص شد از کجا باید. آقای شما به دست. اون مادر من نیست. خواهش میکنم. اون مادر من نیست. باور کنید اونم زن من نیست. نمیدونم چی جوری بهتون میگم. این مسخره بازی ها چیه در میاری؟ بگو ساب کجاست؟ باور کنید من خبر ندارم. دست منو واکنید خانم. دارم به شما اخطار میکنم. به حرفت میارم رامین سجادی. آقای چماق به دست اجازه بدین. خواهش میکنم اجازه بدین من به شما توضیح میدم. من رامین سجادی نیستم. من پویا فهیمی هستم. من فقط اجازه بدین. هم چاقو داری هم چوب داری. این بسیار کار نامردیه. من 10 روز نیست وارد ایران شدم. بله منم رئیس جمهور امریکا هستم. دیشب از امریکا اومدم. لابد اون کسی هم که ساک منو بلند کرده تو نبود. باور کنید من نبودم. اینقدر بزنش تا حافظش به سر جاش. خانم تو رو خدا دستور بده. دستور بده نزنی. من به تو میگم. ساک پیش منه. بیا پیش منه. دستم باید. بله. چیچیه پیرزنی یا کجا من نداره. ساک چه میدونه چیچیه؟ چون کار به کارش نداشته باش. حقه باز. بخوای دستان بابا کنده خدا بزنم اون چرا بخوای خود بگی؟ وقت اونم میرسه. تو هم به التماس بیفتی. نه ترس خانم. اشتباهی گرفتی میفهمی؟ باور کنید اونا دارن راست میگن. باور کنید شما باز شوهر اون خانم رو پیدا کنید. من شوهر اون خانم نیستم. من آقا دست تو بردار. خب من جمله رو بگم. خواهش میکنم اجازه بدیم شما باور کنید باز دنبال شوهر اون خانم بگردیم. من اون شوهرش نیستم. باور کنید یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ ببین نگاه بکن منو گمون میکنم سوء تفاهم شده. عزیزم قدم تو هرس و جوش نخور. به خاطر مال دنیا خون خود به کسی نکن. میفتی سکته میکنی میمیری. یا با من بود. به من بود. از بس که پا رو بود. بله که به تو بود. از بس پا رو بود. من تا دم مرگم قیافه این مرگ یادم نمیره. خواهش میکنم خانم شما که یکه خانم هستی میخواهش بکنم بچه اینجا فیلم بکنم بزنش. آقا واسه چی باید منو بزنید؟ خواهش میکنم یه لحظه اجازه بده. خواهش میکنم. خوبه. خوبه بریم. ای بای مواظب باش. چی شد بهترن؟ تا فعلا خوابیده بنده خدا پیرزن بد جور ترسید. شما داشتین منو به کشتن میدادین. صد دفعه گفتم من آچاره دیگه ای نداشتم. نگاه بکنین آقای سالاری من حواسم بود. اصلا برای همین من شما رو بردم با خودم. من میدونستم که آقای سالاری و سمان خانم نمیذونن جور آقا پویا به خطر بیفته. یعنی چی؟ شما کجا میدونستی؟ نگاه بکن هم موقع بود که بهت گفتم مادر شوهرم مریضه رو به موته. میدونستم شک میکنی. آقا پویا باور کنین من اصلا از چی خبر نداشتم. من حرف شما رو باور میکنم. باور بکنین منم تقصیری نداشتم. برای شما از پویا به عنوان تومه استفاده کردی خانوم. اصلا به خاطر نجات جون مادر شوهرش مار انداخت تو دردسر. این کار شما غیر قابل بخششه. من شما رو نمیتونم ببخشم. واقعا که اصلا دیگه آدم نمیتونه به کی اعتماد بکنه به کی نکنه. واو. شما داشتین منو به کشتن میدادین. من هی یادم میفته. چه خبرتونه انگار چطور شده؟ شما که اصلا چیز نمیدونستی. فوقش چه میدونم دو تا چک میخوردی چهار تا لغت دادم ولت میکردن میرفتی. من ها میدونستم یه آقای سالاری و سمان خانم شما رو نجات میدن. لطف کنید پاسپورت های منو بدین. من همین الان میخوام برم. همین الان یک دقیقه دیگه اینجا وای نمیستم. خیلی خوب بفرمون یه هم پاسپورت هاتون بفرمون بگیرین برین به سفر. انشالله سفرتون بی خطر ما رو حلال کنین. ولی شما خیلی مردی همه پول میخوای بذاری بری یا هر کی دیگه بود پاش وای میسا. ببخشید گفتیم کدوم پول؟
شرکت به او گندگی به چه شما نمیاد. خیلی لارجی ماشالله. ببخشید کدوم شرکت؟ هم شرکتی که آقای رحمان میخواد به نامتون بکنه. ببخشید شما میدونستی؟ نه ببخشید گفتیم که قراره که شرکت رو به نام من بکنه همشون. نه آمو همش که نه، فقط نصفش. ببین پویا، فقط یادت باشه این مدت چی به سرت اومده. یادتون باشه منو مطمئن نیستم درستم شنفته باشم. ای از من میشنفی اینا آدم های خطرناکی هست. بی برو جونتو بردار در بی برو. پویا اگه میخوای بری همین الان تصمیم تو بگیر، بعدا دیر میشه. من هیچ جا نمیرم، همینجا میمونم. خیلی خیلی خوش اومدی آقا پویا. آقا پویا که هر روز اینجا آقا دیگه خوش اومدن نداره اصلا. بله چشم دیگر نیست بفهم اصلا بیرم چیه پویا جان؟ چرا اینقدر ساکتی؟ در حقیقت من امروز برای یه کار دیگه ای اینجا اومدم. اجازه بدید من برم تو. نه نه خیر، دادن خانم من باید باشن، تشریف داشته باشه. باش مادر جون، شاید آقا پویا هم یه حرفایی داره برای گفتن. دیگه چی بگه؟ اومده خواستگاری دیگه، مبارکه. یعنی تو؟ بله، ببخشید. واقعا I'm sorry. میدونم که اینجا رسمه. اینجا رسمه چی میشه لادن خانم تو ایران؟ همون اینجا رسمه دیگه. اینجا رسمه که آدم باید با پدر مادرش بیاد، ولی خودتون بهتر میدونید که پدر من که اونجوری شد، مادرم هم که اون وره دیگه. من دیگه اجازه بدین من برم تو اتاق. بشین بشین، خجالت نکش، امر خیر به سلامتی. من یکم شوکه شدم. حق دارین، خیلی سریع اتفاق افتاد. این چیل دیگونگ مادرتون خبر دارن؟ بله، زنگ زدم بهش گفت بگیر. اتفاق خیلی هم سلام رسیدن خدمت شما پورا خانم. چقدر واقعا اینجا جاشون خالی. حالا من باید نظر پورا دادن خانم هم باید بدونیم چیه. دادن خانم بفهم. من چی بگم؟ منم مثل پدرجون خیلی شوک شدم. من که اصلا شوکه نشدم. از اولم قرارمون همون بود دیگه، مگه نه؟ اصلا تو بهتره بری یه سری به قضاها بزنی. آقا همه چیز رو به راه، نگران نباشید. همه چیز آماده است. من میگم که تو همین دو سه روز یه عقد مختصر بگیریم و من دست لادن خانم رو بگیرم. ها برو که رفتی دیگه، یعنی بریم خارج. حالا چرا عقد مختصر؟ خب من از تجملات خوشم نمیاد پوران خانم. باشه باشه باشه، هرچی شما بگین. تجملات دوست دارین؟ منم و همین یه نوه آرزوها برش دارم. نظر لادنم خیلی مهمه. پدر جون، من به این نتیجه رسیدم که نظر شما راجع به آقا پویا درسته. ایشون میتونن مرد مناسبی برای من باشن. خیلی خوب دیگه، به سلامتی من. آه دیگه موافقی؟ اجازه بدین اجازه بدین، قضیه داره خیلی سریع پیش میره. بله شما کاملا حق دارید پدر جان، برای اینکه این فکر من بود، ولی از همه مهمتر فکر شما و لادن خانم در اولویته. حالا خودتون میدونید. خب حالا که این دو نفر هم دیگر رو میخوان، چرا بعد مراسم رو عقب بندازیم؟ ها لادن جان شما چی میگی؟ هرچی شما بگین. شما چی پدر جان؟ من که از خدامه. خیلی خوب، پس مبارکه مبارکه مبارکه. خب لادن خانم پاشو پاشو چایی رو بریز دیگه. پاشو اصلا راست میگه دیگه. سلام. سلام. چرا چادر سرته؟ بریم تو تا بهت بگم.
ماما چقدر عوض شدی؟ وای تا این موقع شب کجا بودی؟ نمیگی یه مادری دارم؟ چرا دیگه به من سر نمیزنی؟ وای بیبی زشت جلو مردم. مردم کیان؟ شما بفرمایید تو من میام خدمتتون. بفرمایید مردم محترم. سلام علیکم. سلام. ایشون آقای سالاری هستن، ایشون هم دخترشون سمان خان. از دوستانن. دوستان؟ ببخشید مزاحم شدیم آقا. چاره دیگه نبود. چه حرفیه میزنید؟ مزاحم نیستید. چرا دیگه؟ تو هست خونه من اینجا. خب کیان اینا؟ ملیه. حالا شما تازه یه مهمون دیگه هم داری. او رو ای ببینی دیگه چی کار میکنی؟ کل ذوق میکنی. سب بده. همه اکرام سر بیا بگید. اسمش پویاست. خجالت بکش. ازش یاد بگیر. جون خودشو به خطر انداخته تا جون منو نجات بده. جون شما رو چرا؟ واسه چی؟ داستانش مفصله. نقشه بود که خانومتون کشید. میخندی؟ من دارم دیوانه میشم. بابا یکی به من بگی اینجا چه خبره؟ دارم صادقانه میگم، داره میزنه به سرم. مامان این کیه؟ من از چشم شما دارم میبینم. این کیه انقدر شبیه منه؟ من فکر میکنم شما دوتا جمولو باشی. جمولو؟ یعنی دوقلو بابا. شما کجا میدونی؟ من این جملش دیگه. نه اینکه دوقلو هم خواهد نفشه بود. مامان ما دوقلویم؟ چطور شما؟ چرا اینجوری به من دارید نگاه میکنید؟ یعنی ما سرراهی؟ خواهش میکنم مؤدب باشین. من سرراهی نیستم، من پدر و مادر دارم. به خاک. آخ بس من سرراهی هم. ملیه ای بابا. ملیه من از تو معذرت میخوام، من سرراهی هم. ای بابا پس من و بابا کی هستیم ها؟ من چه میدونم؟ تکلیف من رو معلوم کنیم مامان. بابای من رو معلوم کنیم کیم؟ من کیم؟ پدرم نگذاشت نو قافلگیرم اون کرده بگره. خودتون میدونی من کسی؟ این همه مدت جلوی چشم من بوده. من از همون اول میدونستم اینو مشکوک کرد. اون شب که فالگیر شده بودم و توی مشته موندم. به خوشگی شانس. اگر هم نباشت بوده بخونم درستش میکنم. گور خودتو کندی رامی سیدی. خیلی خوب به پرورو بالا من حواسو دارم. بجون بجون خوبه. بذار حالا نصف شب شه. بعدا ببین من دیگه تحمل ندارم. ای تو کسی چو کوچه نیست، برو بالا دیگه. بجون بجون ای بابا این دیواره شده چیز نداره. چند سال بود عروسی کرده بودیم ولی خدا بچه بهمون نمیداد. دیدی گفتم تو سر راهی هستی؟ درست صحبت کن میزنم لتو پاره. بچه تو حرف بزرگترت نپر. نمیفهمه که فقط ادعاش میشه خارج. خودتون ناراحت نشید. بفهمید. بله. بله. یه شب طوفان شدید بود. یعنی چی؟ پس معرفت کجاست؟ تو یه شب طوفانی یه بچه رو گذاشتم ایراق کجاست اون آدم با معرفت؟ گفتم تو حرفم نپر، حرفمو قطع نکن. من بودم، این بود. چه فرقی میکنه؟ هر دو تو ساکت. شما خودت ناراحت نکن. ولشون بکن. عقلشون نمیرسه. نمیذاره حرف بزنم. نه شما بفهم. شما بفهم. ای بابا. خب چی میگفتم؟ کجا بودم؟ داشتی میگفتی توی شب بارونی؟ نه یه شب طوفانی میسه. آه همون آره. منم شب طوفان شنیدم. طوفان. اصلا من هیچی. ببخشید. بعد از این هر کی حرف بزنه من خودم بیرونش میکنم. بفرمایید شما. انگار همین دیروز بود. اصلا انگار دیشب بود. طوفان شدیدی بود. زن برادرم تو بیمارستان بچه‌شو به دنیا میاره. خودش سر سام میره. برادرم میمونه و دو تا بچه بی مادر.
که حتما پولم نداشته نگهشون داره. شما از کجا میدونید؟ ببخشید. خواهش میکنم ادامه بدین. احساس ادامهش معلومه دیگه، یکشونم ایشون برداشتن. رامی من ایشون نیستم، من مادرتم، بزرگت کردم، زحمتتو کشیدم. ببخشید بس مادر من کجا بوده؟ وای من چه میدونستم که زن برادرم دو قلو زاییده، یعنی برادرم آقا از من پنهان کرد، چون میدونست من عاشق بچه‌ام، میتونم هر دوتاشون رو نگه دارم، به من نداد، نمیدونم چرا. حتما به پول احتیاج داشته، به خاطر همینم یکیشونو فروخته. یعنی یک مادر من منو چند یورو خریده بود. پدرتون؟ همون که بهش میگفتیم خاندایی؟ بله همون که میگفتیم خاندایی پدرتونه. آقا موقعی من تمام حقیقتو به من همون شب یه خانم تو بیمارستان بچهشو به دنیا. یعنی مادر من، پس من بچه سر راهی نبودم، من خوشحالم. ولی اینجوری که نمیشه، اینا خیلی شکل هم دیگن. بله شکل همن، اگه بذارید حرفمو تموم کنم همه تو متوجه میشی. اون خانم که بچهشو به دنیا میاره بچهش میمیره. ای با یعنی آقا پویا دیر بگم بالاخره بابا جان، اون زنه شوهرش توی زندان بوده، از جهت روحی وضعش خراب بوده، بچهش هم که مرده بوده، فامیلاش اصلا پنهان میکنن، پنهان میکنن، بهش نمیگن. همون شب یکی از این قلها رو از برادر من میخرن، به فرزندی قبول میکنن. یعنی یه قل من، یعنی من. من که نمیدونستم قربون قدت برم، من اگه میدونستم نمیذاشتم از من دورت کنن، هر جای دنیا میرفتی پیدات میکرد. یعنی ما دیگه هم که من از اولش گفتم اینا دوتا جمولو هن. دو قلو هن دیگه، بله جمولو هن.